به سوال فرمودن که حضور تو عرض کنم که از مشروط تا امروز که ما طبیعتاً دنبال 4 تا خواسته هستیم در مملکتمون، هنوز بهش نرسیدیم و عدالت اجتماعی و در واقع قوه قضاییه‌مون یه شکشیپوری اومده نشسته اونجا که به هر حال من فکر میکنم عقبگردم کردیم نسبت به اون موقع. این حالا جای بحث زیاد داره و بعدش حضور تو عرض کنم در مورد بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی و رسانه ها و اپوزیسیون و همه اینا که گفتیم، البته من قید بعضی ها رو میخوام اضافه بکنم اینجا چون همه اینطور نیستن، اما همین قید بعضی ها هم توش بحث هست، گفتگو هست که به هر حال ما مشکلاتمون همیشه گفتم زنجیروار به هم ارتباط داره، چه در اینجا چه در کشور خودمون. تمام این حلقه های زنجیر اشکال داره جناب دکتر لاجوردی، جناب بهمن فتحی، هموطنان عزیز، تمام این حلقه های زنجیر اشکال داره، زنگ زده. ما هر کدوم از این حلقه ها رو برداریم حتی نو بندازیم، اونای دیگه اینو فاسدش میکنن، خرابش میکنن. نتیجتا من نمیدونم، یه تصمیم ملی میخواد که از همین لحظه شروع کنیم بگیم آقا من از خودم شروع میکنم و یه تصمیم ملی بگیریم که این حلقه های زنجیر رو تا اونجایی که امکان داره صیقل بدیم. حالا عوض نمیتونیم بکنیم، حداقل اون زنگش رو بگیریم صیقلش بدیم، یه خورده از این شرایط حاد فرسودگی و همین مشکلاتی که داریم بیرون بیام. حالا این بحث کلیه، امیدوارم که اگه میخوام بشکافیمش از همینجا شروع کنیم. این بحثا هر سال ببینیم، من دیروز تو چند رسانه از رادیوی محلی و دو سه تلویزیون راجع 28 مرداد گوش میکردم. هر سال که اینا رو گوش میکنی آقای خیاط باشی، همون داستان های تکراریه. نمیدونم این گره کار حالا آقای لاجوردی به بانی جامعه شناس بدن کجاست، چرا قدمی برداشته نمیشه برای این حل کردن این مشکل، یا اینکه به قول شما دوتا حلقه زنگ زده رو از توش در بیاریم یه جا تمومش کنیم. این چیز تازه ای من دیدم صحبت های دیروز پیروز، و من بسیاری از عزیزان رو گوش میکردم که سالهام در این زمینه قلم زدن، تحقیق کردن، پژوهش کردن. داشتم فکر میکردم اگه نسل جوان بچه من بخواد بشنوه و یاد بگیره که 28 مرداد چه اتفاق، هیچ چیز تازه ای نمیاموزه، همون حرفا و همون دایره. ما دنبال یه دایره خوب دایره میگردیم، این دور باطل. واقعا آقای لاجوردی شما دلم میخواد که در این زمینه صحبتی بفرمایید. ببینید، من بحثم یه نکته دیگری است، به این معنا که همونطوری که شما گفتید، آقای خیرباشی هم اشاره کردن، مسئله همون به هر حال حلقه های فاسد شده پیچیده، حالا استثناهایی که آقای خیاط‌باشی از توش در میارن به جای خود محفوظ حتما وجود داره، هر قانونی هم استثنای خودش رو داره، ولی واقعیت امر اینه که ما از 100 و اندی سال پیش که مسئله انقلاب مشروطیت به وجود آمده تا حالا بسیار رجال ایرانی بودند که اینها به هر حال خدمات بسیار گسترده‌ای رو کردن. اگر که همون دوره انقلاب مشروطیت رو نگاه بکنیم که انقلاب مشروطیت به چه شکل به وجود آمد و چه گروه‌هایی درش دخالت داشتن، بلافاصله بعدش با ظهور رضا شاه و کسانی که با رضا شاه کار کردند، آقای خیاط‌باشی اشاره به دادگستری کردن، ناگزیر باید اسم داور رو ما بیاریم به عنوان وزیر دادگستری که به وجود آورنده دادگستری نوین در ایران بود. به هر حال اون دادگستری امروز به اینجا رسیده که به جای اینکه قاضی و دادستان و دادسرا و دادگاه باشه، من دوتا مصاحبه تو رادیو فرانسه دارم در رابطه با شرخری که شرخرها هستند که امروز بازی اصلی رو انجام میدن، چرا که همه مردم ناامید شدن از دادگاه ها و قضاتی که به نام قضات امروز میخوان که قضاوت بکنن.
این رو بیایم جلوتر همینطوری حالا به 28 مرداد برسیم که باز ناگزیر هستیم. هر موقعی که آقای فتی زمانش رسید خواستید باز بکنید، من هم در اون نظرم رو خواهم گفت، ولی تا به امروز رسیدیم. امروز مسئله ما، من اینی که هی دلم میخواست که آقای خیاط باشی، دیدگاه آقای خیاط باشی رو بهش نگاه بکنیم، همونطور که عرض کردم ما در این میزه گرد آسیب شناسی اپوزیسیون یک بحث رسانه داشتیم که خب آقای خیاط باشی توش صاحب نظرن، یک بحث اصلی تر داریم که من اشاره کردم نقش هنرمند رو. هنرمندان ما در قبل از انقلاب چه نگاهی داشتن، در طول این 38 ساله چه کردن و چه وظیفه و مسئولیت روی دوششونه. شما به عنوان یک کسی که آقای خیاط باشی، هنرمندی که به هر حال همیشه نقش آفرین بودید، همیشه جایگاه واقعی خودتون داشتید، من دلم میخواد یه مقایسه رو وقتی بکنیم، وقتی که من برمیخورم به حکومت سرهنگای یونان و میلان مرکوری رو نگاه میکنم، شد وزیر فرهنگ یونان. خب امروز من نگاه میکنم، امروز درسته ما به هر حال واقعیت امر که نمیتونیم ازش بگذاریم که هنرمندان بسیار با ارزشی رو ما داریم که اینها هنوز بعد از واقعا 50 سال هنوز توی ایران مطرح هستند، ولی واقعیت قضیه اینه که با دو کلام وسط دو تا کنسرت حرف سیاسی زدن قضیه حل نمیشه. پا به میدون گذاشتن مسئله است. هنرمند و ورزشکار، با آقای فتی این بحث رو توی تلویزیون مطرح کردن، نقشی که یک هنرمند، یک ورزشکار میتونه تو جامعه داشته باشه بسیار بسیار بالاست. این رو ببینیم چه میکنیم، چون بحث خیلی جدی یه، من دلم بخواد باز من کوتاه صحبت بکنم که بله. هی مرتب بتونیم برگردیم در خدمت. خواهش میکنم. حضورتون عرض کنم که در این زمینه من اولین جمله همیشگی خودم رو بگم، جناب دکتر لاجوردی، هموطنان عزیز، بعد ادامه بدم عرایض خودم رو. هنر از کانال هیچ ایدئولوژی نمیگذره. این یه بحث، اگر معتقد باشیم به اینکه هنرمند یک به اصطلاح تعهد اخلاقی نسبت به جامعهش داره، هنر از کانال هیچ ایدئولوژی نمیگذره، بلکه ایدئولوژی ها هستن که از هنر تغذیه میکنن. و حالا سطح بالاتر پایینتر بستگی داره که با کی بتونن معامله کنن. اگر قراره مثلا یه اومینی تتلو میاد وسط، میان فکر میکنن که خب با این اگر نزدیک بشن وضعشون از نظر عکس آرا بهتر میشه و و و و یه عده‌ام که میان مشکلات رو تحمل میکنن، بد میگذرونن، نمیدونم از امتیازات بسیاری چشم‌پوشی میکنن، اما نمیخوان تعهد اخلاقی که به جامعه دارن زیر پا بگذارن. این به هر حال وجود داره، همیشه بوده در طول تاریخ، و خدمت رو عرض کنم که مردمم در همه جای دنیا براشون نه اون فرصت هست، نه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که همه از شم و خم مسائل سیاسی و وابستگی ها و زد و بند ها با خبر باشه. مردم میخوان برن مثلا کنسرت ببینن، میگه آقا من از این ترانه خوشم اومده، پس بنابراین خواننده‌اش اومده، برم ببینم. نمیدونه که این خواننده برنامه میذاره، تقدیم میکنه کنسرتشو به قسی القلب ترین، نمیدونم جلاد ترین، جنایتکار ترین آدم که خودش افتخار میکنه 600 تا نخاع قطع کرده. ولی خب مردم ما وقتی میان کنسرت اینجا اعلام میکنن، میرن سالن 6000 نفری پر میشه، با جیب پر از دلار برمیگردن و به ریش ما میخند. این ماجرای هنر به طور کلی در مورد کار نمایش، در مورد فیلم، سینما، شما نگاه کنید وابستگی ها به هر حال یه جوری نیست که شما متوجه نشین، همه رو متوجه میشین. در مورد تلویزیون ها من یه تحقیقاتی رو شروع کردم، باور نمی کنید شما اینجا فقط که پرانتز کنم، پس این بخش شما اول فرمودین عرض. این به نظر من وظیفه است که ما رسانه ها داشتیم، بله، به هر دلیلی یا گفتیم یا نگفتیم، اگه یا نگفتیم یا گفتیم مردم اهمیتی به حرف ما نمیدن. دقیقا یه کوتاهی از این مرحله، این باز برمیگرده به اون بی‌اعتمادی که به وجود اومد. البته من عرض کردم قید بعضی ها رو
ازش نگذریم. خیلی ها هستن که واقعا از صمیم دل برای مملکتشون قدم برمیدارن در همه زمینه ها. رستوران هم داشته باشه، علاقمند، عاشق مملکتشه، از صمیم دل قدم برمیداره. بعضی هستن نه، شغلی مثلا اومده، اگر فلان شغلو داره نتونسته پیدا بکنه، اومده مثلا توی فعالیت‌های تلویزیونی و هنری و از این قضایا، و بعد مغازه بوده بیشتر تا اینی که بخواد حضور تو عرض کنم که کار به اصطلاح ارتباط جمعی باشه، افشاگرانه باشه، مبارزه با همین ماجراهای چه میدونم خرافی و این قضایا باشه، روشنگری باشه، فعلا اصلا مهم نیست. حتی ما رو نصیحت هم میکنن آقا ملت ایران نمیخواد دیگه، خسته شده، این حرفا رو هم میزنن برای اینکه توجیه بکنن کار خودشونو. به هر حال این بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری که به وجود اومده، که حالا باز اونم قابل بحثه و باید بشکافیم در این چند دقیقه که در خدمتون هستم. من این سوژه که آقای دکتر شروع کردن، من فکر نمی‌کنم فقط میتونیم خیلی خلاصه در مورد هر کدومش بحث بکنیم، چون تک تک اینها انقدر اهمیت داره که به وقت بیشتری نیاز داره. به هر حال ماجرای اخلاقیات ملت خودمون رو هم باید در نظر. آخه متاسفانه من عرض میکنم این حلقه ها به هم متصله. من اگر بیام راجع به هنر صحبت بکنم، بقیهش رو ندیده بگیریم، یه جوری دیگه نتیجه میگیریم. یا در مورد تلویزیون بخوام صحبت بکنیم، در مثلا فرض کنید ما اخلاق اجتماعیمون اینه که اگر آقای بهمن فتی ببینه بنده مثلا فرض کنید غذا میخورم، نوشابه میخورم، هورت میکشم، روش نمیشه به من بیاد بگه آقا فلانی این هورتو نکش، این بد. مثلا اگر که احیانا نگه، خب این ادامه پیدا میکنه. اگر بخواد بگه دلخوری پیش میاد، به جایی که طرف بخواد مثلا بگه آقا خیلی ممنونم ازت، باز این قید بعضیا هست، بعدش میاد که چرا شما بهش گفتی هورت میکشی. من نمونه های مختلف دارم در این ماجراها که اون وقت میاد منجر میشه به اینکه هر کسی بلافاصله انشعاب. از در طول تاریخ هم این انشعاب یه بلایی شده برای ملت ما که تکون میخوری انشعاب میکنن. به این میگی که آقا مثلا این کارو نکن، یه دفعه میبینی یه تلویزیون دیگه، یه رادیوی دیگه ثبت شدیم، که حالا پدر اینو من در میارم به من اینجوری گفته، حالا نشونش. اصلا مسئله مملکت مطرح نمیشه دیگه. اینا به هر حال شما یه مقایسه نسبی بخوان هنرمند زندان یعنی هنرمند کلا دارم میگم، نقاش، مجموعه قبل انقلاب و بعد انقلاب فرمایید، چون با دوستان که صحبت میشه دائم میگن که نه، جمهوری اسلامی در این زمینه به قدری هنرمندا و ورزشکارا را از لحاظ مالی تأمین کرده که اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست، که شما در این زمینه اطلاعات بیشتری میدونم دارید. ولی خب ما میدونیم همه آدم ها رو که نمیشه ما بگیم که با پول قابل خریدن، به هر حال حد میشه هستن. چه شده از که در حکومت گذشته، خب من به معنی اون موقع 20 سالم 20 چند سالم در گروه هنرمندا مخالفین زیادی میدم، دائم انتقاد میکنن از رژیم شاه و نمیدونم کمبودها اینا. چطور این هنرمندا امروز بالاترین نقدی که مثلا کاری انجام بدن، آقای کیانیان میاد راجع به نمیدونم محیط زیست یه چند کلمه صحبت میکنه یا ریزگردها، ولی مطلقا راجع به کل حکومتی که باعث تمام این فساد و بدبختی اینا کسی یک کلام بر زبان نمیاره، در صورتی که میدونیم میتونن هم بگن هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما میبینیم الان در داخل ایران حرفای زده میشه که ما این برای سانسور میکنیم خودمونو. این مقایسه نسبی رو دلم میخواد بفرمایید چه شده است که واقعا حضور شما عرض کنم که یه اشاره‌ای، حالا شما میگید من یادم میاد، ما در همون مورد اخلاق اجتماعی که عرض میکردم مثلا فرض کنید داشتم این رو مطرح میکردم که حالا از یادم نره، مثلا فرض کنید میان میگن تلویزیون های فکستنی، اونهایی که فکستنی نیستن هم عکس العمل نشون میدن، یعنی در واقع یه جوری گارد میگیرن. آقا من میگم من که نیستم، حالا یه چیزی گفته شده، و از اون طرف اگر اینها چیزی نگن اونها میان وسط و بعد اینا میبینن عقب افتادن، خب یک جاییست باید اعتراض کرد، الان اعتراض نکنن عقب میفتن، قاطی اعتراض میگن. یعنی یه جورایی ماجرا به هر حال کلاف سردرگمیست که آدم نمیدونه از کجا باید. در مورد این مسئله هنرمندا که شما گفتید یا ورزشکارا، همین یا ورزشکارا این باور هست. بله ببینید الان ماجرا با اون زمان
بسیار بسیار همینطور که فرمودید شما تفاوت کرده. امروز دیگه اون الفبایی رو که ما یاد گرفتیم اونها رو یاد نمیدن. امروز ماجرای اینه که آقا تو تعهد اخلاقی به جامعت داری، ممکنه خود طرف به این پابند باشه اما یادش نمیدن، این رو وادارش نمی کنن که اول تو باید انسان باشی بعد دنبال این کار بری، اینو یادش نمیدن. این میاد و بعد میبینه خب اینجا الان فرض بفرمایید که اگر نزدیک بشه به آقای خامنه ای خب بهتر میتونه، راحت تر میتونه کارشو انجام بده، خب میشه و پولم میگیره، خوبم میگیره، در رفاه هم زندگی میکنه، جایزم میدنه و همه کارا رو هم میکنه. در مملکت ما الان این دوگانگی که به وجود اومده، الان مثلا هر کسی بخواد بگه من خیلی مبارزم و اپوزیسیون هستم، شروع میکنه حمله کردن به احمدی نژاد، مردم هم میگن اوه اوه چی داره میگه، در صورت دیگه یک کلام. همینجا هم همینطور، همینجا هم اپوزیسیون صادراتی که اومده مزاحم اپوزیسیون واقعی شده و بعد میگن اپوزیسیون فلان است و اپوزیسیون بهمان است و تهمت میزنن، همینا اومدن خراب کردن و شروع میکنن راجع به افراد مختلف صحبت میکنن، یک کلمه راجع به آقای خامنه ای نمیگن، بنده میگم آقا خلیفه مثلا، مدام در رادیو دیگه اینجا افتاده خلیفه. یکی میاد سعی میکنه بگه سلطان، اون وقت توضیح هم میده، میگه آقا این سلطان که من میگم توهین نیست، یعنی میترسه، میگه این توهین نیست، سلطان این گفته، آیت الله قومی اینو گفته، اونو گفته، گفته کسی که در این مقام قرار میگیره سلطان. آقا بنده میگم این خلیفه است، خلیفه راشدین، خلیفه فاسدین، ایشون خلیفه فاسدینه. اما شما بیا نگاه کن اینا رو، یه خطکش بذار همیشه نگاه میکنی، حضرات اکثرشون، این اپوزیسیون صادراتی اکثرشون آقای خامنه ای جداست، جمهوری اسلامی دست به ترکیبش نباید بخوره. اما این طرف قضیه که خود گروه آقای خامنه ای هم ایراد میگیرن ازشون، اونها رو میکوبن، میزنن، اعتراض میکنن و مردم هم بند خدا میگن ای وای ببین عجب آدم مبارزی. جمهوری اسلامی اصلا استفاده هم میکنه، ما دقیقا. حتی نمیتونیم از اون استفاده. ببینید از آقای دایی من دیروز دیدم مصاحبه رو که البته نسل جوان تو اینستاگرام تلگراف میبینی بسیار آگاهن، یعنی یک بازی من هفته قبلم اشاره کردم هست، یک فوتبالیستی آقای مسعود شجاعی در مقابل تیم اسرائیلی بازی میکنه، میبینی هزاران کامنت به آقای دایی، کامنت منفی که خجالت بکش و یاد بگیر. یعنی دایی که یه زمانی قهرمان ملی واقعا بود امروز اون جایگاه رو نداره، مردم شناختنش بعد. ولی با این همه رژیم هنوز دایی رو مهم میدونه، میاد دایی دیروز مصاحبه میکنن، دایی این آقای محسن حجاجی که حالا رژیم میگوید که سرشو داعش بریده، من نمیدونم، چون رژیم خیلی کارا میکنه که توجیه بکنه کارهایی که در سوریه میکنه درسته، میاد میگه که بله اینا جانشون رو میدن، اینا هم مدافعین حرم، که این امنیت امروز در کشور ما باید باشه، ما باید این امنیت رو پاس بداریم. آقای دایی میگه در مقابلش ما نتونستیم از همین جامعه هنری، جامعه ورزشی استفاده بکنیم، کشوری که 50 میلیون 40 میلیون جوونن و به اینها گوش فرا میدن، حرف اینا اثرگذارتر از واقعیت اینه که رهبران سیاسیه. بله حرم هم... البته سوریه اسم شده حرم مثل این که بله دیگه برحال م... بله. و اینه این بحثه. آقای لاجوردی نقطه نظر شما رو بشنویم. اجازه بدید که من باز دوباره برگردم به مسئله اصلی تر. آقای خیاط باشی، این کتابی که در خدمتتون الان هست صفحه 253 یک گزارشی در مورد کنفرانس هست که من یک پاراگراف چند ثانیه‌ایشو اینجا خدمتتون میکنم. تو این نوشتیم ما که از نکات اصلی مطرح شده در میزگرد نیاز و اهمیت همکاری امروز اپوزیسیون در محور نکات مشترک با هم بود. دیگر نکته مهم و تأکید بر این که عدم همکاری نیروهای سیاسی و پراکندگی نیروهای مبارز که اعتقاد به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی دارند بدون تردید میتواند منجر به ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر کشورمان باشد. دیگر نکته حائز اهمیت و توجه، اینجاش خیلی مسئله مهمی است، دیگر نکته حائز اهمیت و توجه رعایت اخلاق سیاسی در میان اپوزیسیون بود که به جای نقد دیدگاه و
و مخالفت سیاسی به توهین، تهمت، افترا و تخریب شخصیت افراد پرداخته می شود که چنین برخوردی می تواند بسیار مخرب، بازدارنده و به بی‌اعتمادی بیشتر بیانجامد. خب حالا این بحث رو اگر که ما نخواهیم فقط بگیم که مشکلات این بوده، از 100 سال پیش به این طرف اینطوری بوده، به قول آقای حیات باشید این حلقه ها همش به همدیگه وصله و همه جا مشکل داره. امروز وقتی که ما در اول برنامه بحث خورشید گرفتگی رو نگاه میکنیم، میبینیم به این سرعت ما میتونیم شاهدش باشیم در هر کجای دنیا که هستیم. امروز بحث دیگری واسه ما وجود داره. این بحث دیگری که وجود داره اینه که ما کجا قرار گرفتیم، چی کار میتونیم بکنیم، چه کاری از ما ساخته است. آیا ما نمیدونم تانک و نفرپر و زره پوش و نمیدونم کلاشینکوف داریم؟ نه، همچیزی نیست. حتی اگر داشته باشیم به نظر من نمیتونه قابل استفاده باشه، چون حکومتی که با تانک بیفته با تانک دیگری از میون برداشته میشه، یکی دیگه با تانک میاد جایگزینش میشه. این نیست، این بحث جامعه است. تو این جامعه‌ای که ما امروز هستیم، توی این مسائلی که هست چی کار میتونیم بکنیم؟ ببینید، دو هفته پیش آقای فتحی، شما رو حالا در جریان میگذارم، ما صدای دیگه ای هست آقای فتحی؟ نه بفرمایید. نه، یه دری باز و بسته شد. نه بله، دو هفته پیش ما یک بحثی رو داشتیم که خب ما از روز اولی که توی تلویزیون اندیشه برنامه هامون رو شروع کردیم، از اول دلمون میخواسته که برنامه رو، تلفن ها رو باز بکنیم، مردم نظراتشون رو به ما بگن، ببینیم که مشکلات ما چیه، چه راهی برای آینده ایران وجود داره. در حالتی که در حال مدیریت تلویزیون اندیشه از آقای دورمانی و آقای کاردان همیشه ما میگفتن که در اثر تجربه‌ای که دارن این تلفن ها میتونه که اسباب دردسر بشه. بحثی که ما کردیم این بود دو هفته پیش که آقا ببینید، گروه هایی که میان تلفن به تلویزیون میکنن، طبیعی است یا این که به هر حال حقوق بگیر جمهوری اسلامی هستن یا حقوق بگیر نیستن، بدون حقوق کار میکنن، یا از اون طرفدارانی هستن که به قول شاهزاده رضا پهلوی آبروی شاهزاده رو میبرن. ما بحثمون یه نکته دیگه است، ما دنبال راه حل میگردیم. آقای خیاط باشی، اگر امروز شما دعوت شدید به برنامه و این باعث افتخار ماست، به این دلیله که از یک هنرمند، یک آدمی که تلاش سیاسی داره، ول نکرده در طی این سالها، همچنان ادامه داده، این رو بخوایم بحث هنرمندانمون وسط بیاد، بحث رسانه هامون وسط بیاد، مسئولیتی که روی دوش ماست به وجود بیاد. وگرنه خب حالا هی ما تلفن باز بکنیم، هی بیاد اون یکی بگه زنده باد این، مرده باد اون، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، زنده باد فلان، این که چیزی رو حل نمی‌کنه که. آقای لاجوردی اجازه بدید بریم ما آیر ببینیم یک سوال تکست. آقای فتحی، طوری نمیشه، 10 دقیقه دیگه بریم، اصلا طوری نمیشه. آگهی مسئله ما آگهی نیست. نه اشاره چون به من میکنن اتاق فرمان، اشاره هم بکنن بی خودی کردن. آگهی ما وسط صحبتمون که آگهی نمیریم که. ببخشید، هر کاری بخواید بکنید بفرمایید. به هر حال من یک تکست خیلی، به نظر من تکست خیلی خوبیه، یک بیننده صحبت کردن که آقای لاجوردی بارها اینو گفتن، چرا که این نمی اپوزیسیون با هم همکاری کنن. الان تازگی ها بخش بزرگ نه، چند گروه از اپوزیسیون دارن میان میگن که اصلا دیگه بعد از این کلمه سرنگونی را اون نباید به زبون آورد، چون سرنگونی رو وقتی به زبان میاریم نمیتونیم داخل ایران یارگیری بکنیم و ما در واقع یه جورایی منتظر نشستیم که یک، به زبان سنت قدیم، یا آخوندی عمامش یا به زمین بکوبه. یا چرا هنرمندا، ورزشکارای بزرگی، با اینکه میدونن جاودانه میشن، در یه سنینی هستن که دیگه مهم نیست بعد این سن و کاری هم با این انجام نمیشه، مثل شجریان های بزرگ،
قدمی بر نمیدارن، یعنی هر سال هاست میگن که زده شده، هیچ کدوم اینایی که حداقل این معدود هنرمندانی که واقعا میتونن جامعه رو یهو دگرگون کنن مثل محمد رضای سیاوش شجریان یا محمد رضا استاد شجریان، میبینیم که حالا یا بهانه های بیماری اینا، ولی این دوست میگویند که نشده. چرا نمیشه؟ چون این حرف دائم زده میشه و شما بیشتر از هر کسی در این برنامه زدید. کی باید پا جلو بذاره بگه از حرف به عمل در بیاره؟ این سواله. آقای خیاط به شما میتونید در این زمینه حتما نظرتون اعلام بفرمایید. اگر که جناب دکتر به هر حال صحبتشون تموم شده باشه، من تنها میتونم بگم باز هم یک تعمیر سراسری میخوام، تعمیر میخوام. ما نمیتونیم الان بنده یا شما بشینیم اینجا بگیم که باید اینجوری بشه، مثلا هنرمندا این کارو بکنن، اونا هم بگن چشم فرضو بریم. نه خب نمیکنم، ولی چرا؟ یه سوال دیگه که پس چه باید بکنیم؟ منتظر باشه چه باید بکنیم؟ از خود ایشون که این مطلبو نوشته باید انتظار داشته باشیم که خودش شروع کنه از خودش. یعنی خودش، از هر کدوم ما موظفیم از خودمون شروع بکنیم. ما نشستیم، باز این اخلاق ثانوی ما شده که یک نفری بیاید و کار را تمام کند، یک نفری می آید نجات می دهد. ولی خب تو تاریخ ما بوده یه جورایی، همینو عرض میکنم. این وقتی که تو ذهن ما هست، همیشه متکی به این هستیم، یه قهرمان. بعد یه سری دیگه هم که بخوان بگن ما در مورد این مسائل نمیخوایم معتقد باشیم، میگن هر کس آورده خودش میبره. باز همون حرفو میزنه ها، باز همون نیتو داره، ولی میگه هر کس آورده خودش هم میبره. اینجاست که ما مشکل داریم، اینجاست که ما متاسفانه شما نگاه کنید همین 57 رو ما بخوام مقایسه بکنیم، خیلی درس ها میتونیم ازش بگیریم که بهش بیتوجه هستیم. خیلی مسائل هست که ما اگر از خودمون شروع بکنیم خیلی سریعتر، شاید که به 40 سال نمیکشید، ولی شروع نمیکنیم. ما همش انتظار داریم از دیگری، ما همش میخوام یه منجی بیاد و ما رو نجات بده. ما همش نشستیم هر کس آورده خودش ببره. نویسنده ما حرف میزنه، آقا قبول نمیکنن تا 50 تا فیلسوف و نمیدونم صاحب نظر و حکیم و ملا و اینا رو بیاره دونه دونه و چند تا آیه قرآن هم اضافه کنه به مطلبش، تا 4 نفر بگن آقا پس اینجوریه ما قبول میکنیم. اینا هم اون بی‌اعتمادی برمیگرده. همین دیگه، شما تمام این ماجره ها رو نگاه کنید، زنجیره. اینا نمیخوام ناامید بکنم، یک جا من اینا رو میگم که یه مقداری شاید توجه جلب بشه و 4 نفرم در این جلسه از مخاطبین ما بگن آقا احتمالاً ممکنه راست بگه، حالا ما یه امتحانی بکنیم ببینیم که میشه یا نمیشه. آقا لاجوردی، این بخش از سوال که شما هنوز فکر میکنین که یعنی یه گروهی بعد از سالیان کلمه سرنگونی رو دارن حذف میکنن و به هر حال تعبیر شما چه هست؟ آقای فتی، من انتظار داشتم که جناب علی این جواب رو بدید، برای اینکه به هر حال آینده ایران 2 شرط رو مطرح کرده، یکی سرنگونی تمام ما بله، ولی جامعه سوال کردن یک گروه هایی عرض میکنم. بله عرض میکنم، کلیت نظام، یکی تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران به شرط برابری. یعنی به عبارت ساده تر، نبودن جمهوری اسلامی و بودن ایران. خب این به این معنای مشخصه که اگر که کسی حالا میاد میگه که خب ما سرنگونی رو نگیم چون ممکنه یه عده خوششون نیاد، این دقیقا حرف اصلاح طلبان در ایران. اصلا این چه بحثیه؟ ما چه تعارفی با هم دیگه داریم؟ این نظام آیا اصلاح شدنی است؟ آیا اگر باشه میتونه با آقای خاتمی و نمیدونم روحانی و نمیدونم غیره و غیره درست بشه؟ دیدیم، شاهد همه چی بودیم، چه تعارفی وجود داره؟ حالا تو این گروه ها برای اینکه به این شنونده، برای اینکه این جواب این تکست رو با خیاط باشه من دارم به درستی داده باشیم، ما درست موقعیت خودمون رو اعلان کردیم در آینده ایران، ولی یه گروهی که باز ایشون ادامه میدن که الان جواب پاسخ شما جزء اصلاح طلبان نبودن، ولی الان میبینیم حالا زمان یا هر دلیلی، یعنی میخوام بگن که داره بیشتر فاصله میفته، هر چقدر داره تلاش میشه که ماها به هم نزدیک بشیم،
در اون هدفی که شما میفرمایید ما داریم با هم یه گروهی کم کم دوباره دورترم میشیم. چه باید کرد برای این موضع که میرن به یه جه هنوز اعتقاد دارن که متاسفانه بعد از 7 سال جمهوری اسلامی جناح اصلاح پذیر داره و بارها گفته گفت نه تنها ما گفتیم عمل کارنامه نشون میده که جمهوری اسلامی جناح اصلاح پذیر نداره و اینو بارها و بارها در این برنامه گفته شده و به رایولین هم تجربه شد آقای خیاط باشی که نشده هیچ جناحی نتونسته پاسخی برای نیازهای مردم داشته باشه. شب یکی میگه تمام این مسائل بوده، واقعیت اینه که امروز اینجا هستیم. بارها آقای لاجوردی میگن 37 سال گذشته و ما همینجا هستیم و جمهوری اسلامی هم سر کار یه جاهایی. دکتر جان من عذر میخوام اگر شما بحثتون تموم نشده شما بفرمایید بنده بعدن عرض بکنم. به هر حال یه جاهایی آدم به این نتیجه میرسه که گاهی اوقات احساس میکنه مملکت اصلا معنا نداره، مردم معنا ندارن، فقط اینه که من حرفی رو که میزنم به کرسی بشینه، من حرفی رو که میزنم یه لجبازی با بهمن بکنم، چون اون گفته من یه چیزی دیگر، چرا به نام اون تموم بشه. بعضی وقتا ببینیم اینجوری شکل میگیره قضیه، در صورتی که اگر ماجرا واقعا اون هدف اصلی ما وطن و مردم و آینده و نسل‌های بعدی باشه، طبیعتاً یه جاهایی یک هماهنگی‌های یک گذشتایی هم ممکنه که شکل بگیره، بتونه راه آینده رو هموارتر بکنه. متاسفانه نقطه مشترک ایرانه دیگه، ما بله، نقطه مشترک ایرانه، ما اپوزیسیون، ما کنفدراسیونی که در گذشته بودن حالا درست عمل کرد یا غلط عمل کرد یه بحث دیگه است. مجموعه تمام طیفا اومده بودن کنفدراسیون تشکیل داده بودن، چرا امروز این نمیشه؟ باز برمیگردیم به همون بی من معتقد بودم حکومت پهلوی بده. من آمریکا تحصیل میکردم سالها قبل از انقلاب و میرفتم UCLA و دانشگاه های مختلف، اینا جلسه میذاشتن و این گروه های مختلف نقطه نظرهای مختلف داشتن، ولی گاهی وقتا با هم توی جلسه شما میدیدین که همزمان حضور پیدا میکنن. اون اتفاق الان آقای لاجوردی 30 چند سال نمیفته. شما به معنی آدم سیاسی بارها هم صحبت کردین، چرا چه عوامل بازدارنده چیه برای شنونده عادی، بیننده عادی؟ شاید این سوال مطرح باشه که میخواد ببینید چرا اتفاق نمیفته از کسانی که در این زمینه یه عمر تلاش کردن، قلم زدن، نوشتن، صحبت کردن. این عوامل بازدارنده چه بوده؟ چه جوری میشه این سطح‌ها رو برداشت؟ ببینید آقای فتی، آقای خیاط باشی عزیز، مسئله رو به نوع دیگه‌ای هم میشه نگاه کرد. اگر که ما به همین انقلاب اسلامی نگاه بکنیم در 38-9 سال پیش، میبینیم که یک خمینی آمده حکومتی رو عوض کرده، حکومت جدید رو جایگزین کرده. بله. اون حکومت قبلی با همه ایراداتی که داشته هزار برابر بهتر از این حکومتیه که امروز ما داریم. دوست. که امروز به این فاجعه رسیدیم. حالا ولی یک نفر به نام خمینی آمده گفته که این باید بره و این سلسله تموم بشه. این کار انجام شده. اینی که خوب شده بعدش یا بد شده یه بحث دیگری است که هزار برابر بدتر شده. ولی خمینی حرف خودش رو زده، کار خودش رو انجام داده. امروز جمهوری اسلامی از اون تجربه استفاده میکنه، نمیذاره یک حرف در بین اپوزیسیون به وجود بیاد. نمیگذاره که بگن که آقا این حکومت نباید باشه، این حکومت باید سرنگون باشه. حالا یه گروهی اسمشون اصلاح طلبه، یه گروهی اسمشون خوشخیاله، یه گروه دیگری اسمشون نمیدونم وسط دیوار وایستدن، هم از این ور هم از اون ور. آقا یک بحث خیلی روشنه، ما اگر که یک هدف مشترک نداشته باشیم که حرکت نمیتونیم بکنیم. که اینی که کدوم یکی از نمیدونم آیت الله ها بهتره، اون یکی کدوم یکی بهتر کار کرده، آیا به قول آقای خیاط باشی به درستی اول برنامه گفتن همه مسائل زیر سر احمدی نژاد، شما در نظر بگیرید از آغاز دوره اول آقای روحانی همه تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی احمدی نژاد بود، در طول این 4 سال گذشته احمدی نژاد بود، در بعدش هم احمدی نژاده، حالا باز دوباره برای معرفی وزرا باز احمدی نژاده. این احمدی نژاد اگر نبود آقای روحانی و وزراش چی کار میکردن؟ امروز حرف واحد وجود داره، حرف واحد آیا ما جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نمیخوایم.
این دوتا وسط راه هیچی وجود نداره. جمهوری اسلامی اگر که میخوایمش، خب همینه، حالا اون یکی این دفعه احمدی نژاد میاد، بعدش روحانی میاد، قبلش خاتمی بوده، قبل این همش اسمش جمهوری اسلامیه. اسم سرنگونی نیاریم چون اونا خوششون نمیاد. یا جوانها نمیدونم توی ایران این بحث یعنی چی؟ این بحث رو بحث انحرافی است. اگر اونهایی که خیلی خیلی نظر پاک دارن، حتما دلشون واسه مملکت میسوزه، همه اینها رو دارن، خیلی خوب، پس به این ترتیب یک نوعی ما بحث از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نکنیم. اگر نکنیم یعنی چی؟ یعنی این که پس به یک قسمتی از جمهوری اسلامی فارغ از تمام این بدبختی هایی که سرمون آمده، سر ملتمون آمده، سر بدبختی کشورمون آمده صرف نظر بکنیم. من فکر میکنم که راه حل مشخصه. پاسخ به این سوال، جمهوری اسلامی آری یا نه، جمهوری اسلامی رو میخواهیم یا نمیخواهیم، بحث دیگری وجود نداره. حالا هر چیزی میخوان که آرایشش بکنن اون بحث دیگریست. بفرمایید. یعنی در واقع اون آری یا نه اول انقلاب جمهوری اسلامی رو بعد از 40 سال باید تکرار بکنیم، جمهوری اسلامی آری یا نه. این بسیار بسیار جالبه که یک رفراندومی 40 سال که ازش میگذره به تقدیر جهتش عوض میشه، و خب طبیعتا هیچ وقت هم حکومت این موافقت رو نمیکنه، اما ما بین خودمون که میتونیم این رو مشخص بکنیم. الان حالا حرف تو حرف میاد، جناب لاجوردی، هموطنان عزیز، خب بعضی از شما میدونید آقای صدیقی بابت اقامه نماز جماعت 4,600,000 تومان پول میگیره. شما دقت بکنید، یه نفر که نیست. همینا رو حساب بکنید و وقت میرسید به اونجایی که جمهوری اسلامی آری یا نه، چند تا آخوند هستن که اقامه نماز جمعه میکنن، اینها خونه دارن، دستمزدشون در همین حد، بادیگارد دارن، عیابزهاب و اتومبیل و اسکورتا و ایناشون هست. شما همین یه دونه رو حساب بکنید ببینید اگر این پول صرف مردم ایران بشه، مسئله نیاز و فقر و اینا در مملکت ما چه صورتی پیدا میکنه. حالا پولی که به سوریه میره، پولی که به نمیدونم، آقای مدیر بانک میاد به مردم میگه اگر مردم در ماه اجازه بدن اون سرقمی ها که ما اینقدر درصد از پولشون رو برداریم برای نمیدونم تعمیر نمیدونم حرم و گنبد و فلان و بهمان عمه اطهار و نمیدونم از این قضایای مذهبی، شما حساب بکنید برای فقر در اون مملکت هیچ اقدامی نمی کنن. اما برای گنبدی در نجف و کربلا و کاظمین و اینور و اونور، آقای نماینده مجلسی که اومده فحاشی کرده که من فکر کردم مردم بهش رأی نمیدن، خیلی عذر میخوام برای که گفته آقای دکتر، من دارم میگم برای اون مردمی که میخواهیم ازشون بپرسیم جمهوری اسلامی آری یا نه، اون نماینده وقتی میاد میگه زن، آخه مجلس جای هر، ببخشید عذر میخوام، هر الاغی نیست، من فکر کردم دیگه به این رأی نمیدم، باز اومده تو مجلس نشسته و میشینه حرف میزنه و اون وقت آخر حرفاش میخواد نتیجه بگیره، میگه به امید فاطمه زهرا. آقا ببینید مملکت چیه؟ شما جمهوری اسلامی آریانه رو آخه دونه دونه اگر به این چیزاش فکر بکنید، همون اولیشو میگید نه. متأسف آقا فاطمه زهرا خیلی خوب، خیلی با ارزش، خیلی احترامش، واقعا به مجلس ایران در اول قرن 21 چه کار داره؟ صدیقه یا طاهره و این و اونو میخوان نمیدونم نماینده انتخاب بکنن، میگن خداوند خودش درست میکنه، میخوان پل بسازن خداوند، پس شماها چه کاریم؟ بریم بزنید خدا خودش درست کنه. متاسفانه مردم ما این چیزها رو نمیان، یعنی در واقع به قول بهمن عزیزمون وظیفه رسانه هاست که افشاگری بکنن، روشنگری بکنن یا همه این قضایا، سرشون گرم چیزهای دیگه میشن. بعضی هاشون هم میکنن ولی اون اعتبار از دست نداره. آقای لاجوردی دوباره، اتفاقا من خوشحالم که حالا خطا باز نیست ولی تکست های مختلفی میاد. شما در گذشته شنوندهی میفرمایند که بیننده ارجمندی که خوشحال بودین که امروز قهرم خمینی نیست، درسته او یه آدم کاریزماتیکی بود اومد،
و بارها گویا در این برنامه من خودم هم حضور ذهن دارم، از اینکه امروز دیگه یه پایان بدیم به این قهرمان پروری که تو فرهنگ ما همیشه قهرمان بیاد بار نجات بده. به عنوان یه نقطه مثبت نگاه کردین، اول اینو تایید بفرمایید که برای این شنونده که درست به یاد دارن که شما گفتین چه خوب امروز دیگه قهرمان نیست. ببینید آقای فتحی، اول من قبل از این بگم خدمت جناب خیاط باشی که ما مجلس ایران نداریم، امیدوارم یه روزی ما مجلس ایران داشته باشیم. این مجلس شورای اسلامی است، ولی اینی که من دارم میگم تجربه فرقی نمیکنه از کی گرفته بشه. من گفتم که تجربه ای رو که خمینی آمد یک حرف رو زد مردم هم ایستادند رو امروز اون حرف رو نگاه بکنیم. این تجربه به این معناست که بیایم بگیم جمهوری اسلامی رو اگر نمیخوایم نباید باشه، اگر عنوان سرنگونی بده هر عنوان دیگه ای رو میخواید واسهش بگذاریم، ولی آیا جمهوری اسلامی رو میخوایم یا نمیخوایم؟ ما چرا با هم دیگه تعارف میکنیم؟ طبیعتاً یه عده تعارف نمیکنن، یه عده دستور وظیفه و حقوق ماهیانه شون باید انجام بدن. اونا 100% تعارف نمیکنن، خیلی هم خوشحالن که جمهوری اسلامی باشه، میگن آقا اینطوری نگید، اسم سرنگونی رو نیارید، اسم چیشی رو... من نمیفهمم این حرفا رو. اگر که ما یک سری آدمهایی هستیم، تمام دنیا، من بارها و بارها توی این برنامه گفتم، بحث من بحث خصوصیات مثبت آقای خمینی نیست. آقای خمینی یک خصوصیت مثبت داره، اون خصوصیتش آمدن مذهب، دین و مذهب در جامعه ایران تو این 40 سال که شالاتانیزم مذهبی رو برملا کرد. این بزرگترین خصوصیت آقای خمینی است که نمیشه ندیده گرفت. من بحثم نکته تجربه است، میگم اگر که امروز ما جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم، سر یک مسئله واحد با هم دیگه بیستیم که وزارت اطلاعات نتونه بین ما تفرقه بندازه. ما این تظاهرات 78 رو داریم، تظاهرات 88 رو داریم، همه اینجاها چون حرف واحد وجود نداره، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قادر هستن که جمع مردم تظاهر کننده رو به هم بریزن، به یه عده‌ای بگن که برید میدون فوزیه، به یه عده‌ای بگن میدون نمیدونم شهیار، به یه عده‌ای بگن میدون آزادی، فلان از این حرفا. حرف واحد اپوزیسیون اگر وجود داشته باشه که ما در یک مجموعه اپوزیسیون، اینی که من سلطنت طلبم یا جمهوری خواهم، اینی که من شاهزادم یا رئیس جمهورم، اینی که من نمیدونم نخست وزیرم یا وزیرم، یک قسمت قضیه است. یک قسمت قضیه دیگه اینه که ما قادر باشیم حرف واحد بزنیم، بگیم ما جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم، بحث اصلاح طلبی هم نکنیم، بحث سرنگونی رو بکنیم، حالا با هر لفظ دیگه ای که میخواد انجام بشه. من حرف دیگه ای نمیزنم، من نمیگم آقای خمینی نمیدونم مرد آزاده فلان بود، امام بود، نمیدونم اونایی که گفتن امام بگم، هنوزم بگم، یا اگه پشیمون شدن حالا نگن، مسئله من هیچ کدوم اینها نیست. من میگم این تجربه تلخ رو از تجربه مثبت و منفی میشه راهکار مثبت به وجود آورد. اینجا رو دوباره آقای خیر باشی، من تایید حرفای لاجوردی به هر حال باید یه کردیت به آقای خمینی داد، اینکه پای یه حرفی وایستاد، گفت شاه باید بره، بی بی سی هم پخشش کرد، اون موقع هم تکنولوژی مثل امروز نبود که نمیدونم سی دی و کاست و اینا بود، نوارهای نوشته واقعا روزها طول میکشید به دست کسی برسه، ولی صحبت واحد بود. او گفت که شاه باید بره و امروز این لاسی که اصلاح طلب و اینا بعضیا با رژیم میزنن، او حتی هر کسی که به نوعی خواستار حفظ حکومت پهلوی بود، ما دیدیم حاضر نشد دیداری با اونا داشته باشه. ما در این زمینه باید به نظر برسیم که به یک اون هدف بره مشترک برسیم کنار هم. البته کردیت اینجوری اگر که جمهوری اسلامی نباشه، کردیت اینجوری اگر بخوام بدیم، بایستی به مردم ایران هم کردیت بدیم که نسل ما حالا گول خورده، بله هر چی بر حرف رو گوش کرد، از همه با هم رو انجام داد. نسل امروز باید ببینیم این همه با هم رو انجام میده. چرا با پیش تکنولوژی که امروز خیلی هم اکسسبل در دسترس همه هست، نسل جوان هست،
ما به صورت آمار غیر رسمی هم میدونیم که با قاطعیت 85% مردم ایران مطلقاً جمهوری اسلامی رو نمیخوان. حالا اون 15% نه اینکه طرفدارشونن، اکثر گلوب هم البته آمارگیری‌های غیر رسمی کرده که میگوید همیشه ایرانی ها 7-8% هم منافعشونه، به قول آقای لاجوردی وسط دیوار وایسادن، خیلی راحت این ور اون ور میرن. ولی خب چرا از قوه به فعل در نمیاد؟ به هر حال برمیگرده به همون ماجرای بی‌اعتمادی که همه گروه ها، حتی شما باز دوباره برمیگردیم به ماجرای رسانه ها که با هم صحبت کردیم، راحت برنامه داشتیم رسانه که رسانه ها رو برداشتن تقسیم کردن، اینقدر زیاد شده که تمام جماعتی که باید مثلا جمله شما رو گوش میکردن الان اینا رسیدن به ممکنه 1/50. نه خیلی بیشتر، شاید حالا 150 و چند رادیو تلویزیون، یعنی اینها گله گله تقسیم شدن. یه سری که اصلا رفتن 100% سری چیز دارن، یعنی دیگه سریالیزم شدن، میشینن سریالایی که شبا نشون میدن اصلا کاری ندارن، دنیا رو آب ببره، اینا رو خواب میبره سریال. خانم های ایرانی که تو خیابون اینقدر فعالن، ولی ما ببینیم تو کار رسانه میگن اینا را جذب همین چیزایی که شما میفرمایید کرد. بعد این رسانه ها همه مردم رو تقسیم کردن، نتیجتا اگر شما بالا بری پایین بیای بگی آقا به نفعت جمهوری اسلامی آره یا نه فلان، الان 50 نفر بیشتر حرف ما رو نشنیدن، 50 نفرم تو تکرار بشنوه میشه 100 نفر. 100 نفر کجا؟ 85% مخالفین نمیدونم با جمهوری اسلامی کجا؟ آیا این دردی رو دوام میکنه؟ نه. شنونده میگوید به قول آقای دانشمند آخون، میگوید شما پول میدین ما میگیم یا حسین، ما هم پوله رو میگیریم میگیم یا حسین. واقعیت اینه که این واقعیت امروز جامعه شده، ولی ما راحل من کماکان فکر میکنم که در این راحل گیر کردیم. به هر حال این واقعیت قضیه است. حالا کسی خوشش میاد بدش میاد، نظر بنده است، ممکنه اشتباه هم بکنم. آقای دکتر لاجوردی ماشاءالله مثل شیر اونجا اگر که اشکالی هست بنده رو تصحیح بکنن، در خدمتون هست. اجازه میدید آقای فتی؟ ببینید ما مدت های مدیدی است بحث این رو میکنیم، ارباب رسانه ها، ارباب جراید، حالا هر اصطلاحی که به کار میره به جای خود محفوظ. توی لس آنجلس حداقل من بارها و بارها شنیدم و شاهد بودم که صحبت از این بوده که تلویزیونا با هم دیگه جمع بشن، نمیدونم این کارو بکنن، برنامه مشترک بگذارن، چه بکنن. نشده. ما امروز میگیم که تلویزیون بی بی سی میتونه به راحتی مثلا نمیدونم از اصلاح طلبا دفاع بکنه، از جمهوری اسلامی دفاع بکنه، غیر مستقیم راه نشون بده، آدمای مورد نظر خودش رو بیاره، هیچ مجری برنامه تلویزیونیش نمیتونه حرف از خودش بزنه مگر اینکه دقیقاً بدونه که تلویزیون و وزارت خارجه انگلیس چی میخواد و عیناً اون رو تکرار بکنه. خب این یه دو قسمت مشخصه. یکی تلویزیون های ایرانی خارج از کشور نتوانستند، یکی تلویزیونی مثل بی بی سی توانسته. این دوتا در مقابل همدیگه قرار میگیره. مردم از تلویزیون بی بی سی یا هر تلویزیونی مشابه بی بی سی یک حرف رو میشنون. در تلویزیون های ایرانی خارج از کشور یک حرف رو نمیشنون. همین تلویزیون الان ما تلویزیون اندیشه هستیم. شما در نظر بگیرید تا اینجایی که من کم و بیش میدونم برنامه‌های مختلفی که در اینجا هست همه به نوعی یا به نوعی به طور قطع و یقین بر علیه جمهوری اسلامی است، من شک ندارم، حالا با دیدگاه‌های متفاوت و متعدد. من این بحث رو یک بار دیگه هم در همین تلویزیون مطرح کردم. چه ایرادی داره اگر که تلویزیون‌ها با هم نمیتونن بنشینن به دلایل بسیاری که هم من و شما و آقای خیاط باشی بهش غریبه نیستیم، هم مردم ایران همشون دیگه عملا میدونن که چرا با هم دیگه به دلایلش من واردش نمیخوام بشم. آیا در تلویزیون اندیشه هم نمیشه یک میز مشترک گذاشت؟ اینهایی که با جمهوری اسلامی مخالفن
با همدیگه متفاوت الفکرن، با همدیگه دور یک میز بنشینن و مردم ایران بیننده ها و مخاطبین تلویزیون اندیشه بیان و ببینن در تلویزیون اندیشه میشه به یک راه رفت، میشه یک حرکت رو دنبال کرد. چه تفاوت میکنه؟ ما که معلم اخلاق نیستیم که بخوایم که بگیم که از این به بعد بهتره که تو اگر مخالف شاه هستی یا مخالف موافق شاه هستی یا موافق جمهوری هستی یا مخالف جمهوری هستی اسلامی هستی بیا به هم دیگه بشینیم بعد ما تو رو قانع بکنیم. قانع کسی نمیشه، ولی میتونیم حرف مشترک بزنیم. همونطوری که جمهوری اسلامی و اون تلویزیون های دولتی مثل بی بی سی حرف مشترک دارن، حرف مشترک دارن. اختلاف ببینید در جمهوری اسلامی ما شاهد این قضیه هستیم. آخرینش مسئله آقای کروبی، آقای روحانی معاونش نمیدونم دو تا وزیرش و گروه دولت رو میفرسته اونجا که میگه آقای کروبی از مامورین از خونه آقای کروبی خارج شدن. آقای ایجی میاد میگه که نخیر اصلا اینها حرف مفته. خب ولی در یک هدف مشترکن، هدفشون نگه داشتن نظامه. من پیشنهادم رو مجدداً تکرار میکنم، آقای دورمانی، آقای کاردان، در بحث تلویزیون اندیشه ما میتونیم اختلاف عقیده داشته باشیم، نمیتونیم اختلاف هدف مشترک داشته باشیم. هدف مشترک ما سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است. این هدف میتونه افراد رو با همدیگه دور یک میز بنشونه. من طرفدار مصدقم یا طرفدار شاهم، طرفدار فلان مذهبم یا طرفدار نمیدونم فلان آیینم، هیچ تفاوت نمیکنه. یا جمهوری اسلامی رو میخوام یا نمیخوام. اگر نمیخوام میتونم دور یک میز بنشینم. من فکر میکنم که اینجا تکلیف مردم بیشتر با ما روشن میشه، بیشتر با تلویزیون روشن میشه. این جمله رو هم تموم بکنم خدمتتون، عرضم رو تموم میکنم. ببینید تمام این تلویزیون هایی که بیننده بسیار داره، مثل بی بی سی، مثل من و تو، مثل وی او ای، همه این هایی که بیننده به یا رادیو فردا شنونده زیاد داره، ولی الزاماً اعتماد مردم رو نداره. تلویزیونی مثل تلویزیون اندیشه که بزرگترین تلویزیون سیاسی است در خارج از ایران، میتونه اعتماد مردم رو بیشتر از اینی که هست، به مراتب بیشتر از این به دست بیاره. اون جایگاه بیننده رو میتونه اونطوری نداشته باشه، ولی بالاترین اعتماد مردم رو میتونه داشته باشه. اینجاست که ما باید که تلاش بکنیم تلویزیون اندیشه اون راهی رو بره که اعتماد مردم بیشتر بهش جلب بشه. عرض این هم آقای خیلی بشه نظر شما. خدمت شما عرض کنم در مورد بی بی سی که جناب دکتر اشاره کردید، من میخوام عرض بکنم مربوط میشه، گفتید که چرا مردم به اون توجه دارن، مربوط میشه به سابقه تلویزیون یا رادیوی بی بی سی. چرا که از زمان رضا شاه این رادیو یا این رسانه به طور کلی یا تصویری یا صوتی، اینها یه مقداری مردم رو در مورد بعضی مسائل اطلاعاتی در اختیارشون گذاشتن که حالا غلط یا درست، برای این که میخواستن به اهداف خودشون برسن. مردم برای اینکه خبری بگیرن عادت کردن به اون گوش بدن و امروز هم اگر گوش میدن، باور کنید به امید این گوش میدن که آیا یه روزی خبر میدهد که جمهوری اسلامی مثلا سرنگون شد. تنها چیزی که میخوان به خاطر اون سابقه است، وگرنه تلویزیون ها هم سریال دارن، هم موسیقی دارن، کنسرت های مختلف رو پخش میکنن، نمایش دارن، همه چی دارن. این توجه بیش از اون حدی که به هر حال بهش میشه به خاطر اینی که انتظار دارن یه خبرهایی بشنون. و اما من جناب دکتر در این بخش اعتماد و اعتبار تلویزیون ها و رسانه ها یه مطالعه رو سالها شروع کردم، رسیدم به اونجایی که بعضی از این تلویزیون ها افرادی رو به هر حال که من تا شیخ قدرت رو به شما اشاره میکنم که این شیخ قدرت از توی مجلس، به قول هممون من اشتباه کردم عذر میخوام، گفتم ایران مجلس جمهوری اسلامی، بودجه تصویب میکنه و بعد میان خیلی ساده خیلی آروم میان رسانه درست میکنن و خیلی ملایم همون ضرب المثل با پنبه سر بریدن
آروم برای خراب کردن چهره های مخالف رژیم جمهوری اسلامی گام برمی‌دارن که موفق هم هستن، باید براشون کف زد، واقعا تشویقشون کرد و ادامه هم دارن میدن. من اینها رو دارم جمع‌آوری کردم و یه روزی شاید هم دیر نباشه اینها رو منتشر میکنم. در همین موقعیت حضور تو عرض کنم که فعلی که هستیم و هنوزم حالا یکی هم میمیره، احیانا یک کج و کولگی های پیش میاد، یه بلا تکلیفی های پیش میاد، ولی خب ادامه پیدا میکنه. همه این ماجراها هست که دامن میزنه به اون بی‌اعتباری که ما راجبش داریم صحبت میکنیم. بعضیا هستن عرض کردم به عنوان مغازه استفاده میکنن، بعضیا بده بستونای خودشونو دارن، کمتر اون هدف مشترک رو ما میبینیم که بهش توجه میشه. حالا بگذاریم از این که در بعضی برنامه‌هایی که در همین تلویزیون‌ها برگزار میشه شما شاهد این قضیه هستید، اما حرف اصلی رو این برنامه‌ها نمیزنه. این برنامه‌ها برای این هست که بگوین آقا ببین داریم، ما همچین بیگانه با اون صحبت‌ها نیستیم، آزادی داریم، هر کس مخالفت میاد میکنه فلان فلان فلان، که حالا من نمیخوام زیاد راجع به صحبت بکنم تا این رو به هر حال یه روزی منتشرش بکنم. به هر تقدیر جناب دکتر لاجوردی عزیز، این جمهوری اسلامی آری یا نه بسیار بسیار مسئله مهمی است که ما از الان میدونیم ریسکی نداره. این نش به قول بهمن عزیزمون 85% عذر میخوام نه هست، اما جمهوری اسلامی طوری رفتار کرده الان که مثلا دیده این بازی که امریکا در میاره، نمیدونم یه روز راجب مجاهدین حرف میزنه، یه روز نمیدونم میاد در کنگره ملاقات شاهزاده رضا پهلوی رو نشون میده و اینا، ترس ورشون میداره برای اینکه بتونن سر میز مذاکره یه مقداری بچه خوبی باشن و حرف گوش بکنن. الان ببینید این ترس کاری کرده که از امروز که هنوز نه جنگی شده که نمیشه، نه حمله شده که نمیشه، سر چهارراه ها 20 تا 30 تا لباس شخصی و مسلسل به دست و همه اینا وایستادن مثل حکومت نظامی که کسی جم بخوره مثلا اینو جلبش کنن ببرنش. نمیدونم احیانا شاهد این باشیم که مصاحبه های تلویزیونی که از ترامپ پول گرفتیم و اون به ما گفته این کارو بکن و موساد گفته این کارو بکن، شاهد اینها هم خواهیم شد. من عرض کردم برای که سوژه یک سوژه نبود که بخوام راجبش صحبت بکنیم، چند تا سوژه بود، من همطوری پراکنده یه چیزایی گفتم، امیدوارم که تا حدودی برای این چند دقیقه حق مطلب رو ادا کرده باشم. جناب آقای خیدبشی، شما چند دقیقه ما خصوصی با هم صحبت میکردیم در مورد یه موضوع، آقای خیدبشی به من گفتن حتما مطرحش کن. البته امروز ما بیشتر از 7 دقیقه 10 دقیقه وقت نداریم، این خودش یک برنامه دیگه است. ولی به نظر من آقای خیدبشی، آقای دکتر لاجوردی، این بی‌اعتمادی در رسانه‌ها ضرورتاً باعثش سیاسیون نبودن. این رسانه‌ها برای تامین هزینه‌های خودشون مجبور بودن یک سری برنامه‌ها رو بفروشن و شما به دلیل تلفنی که من از یک مسئول FBI حتی از من خواستن در یه برنامه دیگری، شاید من واقعاً ببین یک ساعتی نیم ساعتی از اندیشه بگیرم، این آقای پیترسون که گفت اسم من معرفی کن، من در دفتر واشنگتن FBI ام، چرا حالا ایشون به من زنگ زدن؟ در رابطه با یک آشنایی بود که یک گروهی در این تلویزیون ها، فرق نمی کنه حالا کار ندارم، آقای برنامه میگیره به عنوان کارچاق کن، هیچ کدوم اینا وکلای رسمی نیستن. ما خب البته داستان این تلویزیون ها رو میدونیم، از دبی چه بلایی سر مردم اومد، در آنتالیا اومد، در رادیوی محلی ما اینجا چون محکوم شدن اسمشون رو میشه گفت زند طبق قوانین آمریکا، آقای جان فرحی ها 20 میلیون دلار کلاهبرداری کردن و رفتن و زندان و همه اینها بوده. این بی‌اعتمادی ها یه شبه وجود نیامده. همین الان هم گروه های فرض کنین یه کارچاق کنی داشته در همین تلویزیون های، من نمیدونم مال اندیشه بوده یا نه، ولی در تلویزیون های لس آنجلس تبلیغ میکرده که گرین کارت رو اینا میگیره، وکیل رسمی نبوده. چون آشنا بوده از من خواست که من یه زنگی بزنم به FBI. من به FBI محلی این داستان مال 8 ماه پیشه خدمتتون عرض کردم، زنگ زدم و بعد 5 6 ماه پریروز تازه یه مسئولی از واشنگتن به من زنگ میزنه میگه بله ما این دو سه رسانه رو، این برنامه‌ای به خصوص مانیتور کردیم و 100% اینا کلاهبرداریه.
دارن کلاه مردمشون. ولی شما تو جامعه خودتون با راه حلی پیدا کنید که نگذارید این کلاهبردارها به این شکل از مردم شما برابری بکنن. تازه پولا رو اینجا نمیگیرن. آهان، دلیلی که گفت ما قانونی نمیتونیم اینها رو. ما امروز به این نتیجه رسیدیم که این آقایون یه بخشی در این تلویزیون‌ها، یه بخشی مثلا دیگه اینقدر رسانه‌ها ارزون شده خودشون تلویزیون 24 ساعته رو انداختن که به مردم میگن 28 میلیون 36 میلیون نصفشو بریزیم به حساب بانک ملت، ما براتون اقامت آلمان میگیریم، فرانسه میگیریم، آمریکا میگیریم، بعد از اینکه نصفو میگیرن تلفنم جواب نمیگه، اقدام کردم جواب نیومده. اینو به من مسئول اف بی آقای پیترسون، پات پیترسون تو دفتر واشنگتن حتی از من خواسته که من تلفن ایشون رو اعلام بکنم که قربانیان بتونن با ایشون تماس بگیرن، شاید اگر کسی در آمریکا باشد بتوانن برعلی اون آدم یک فایلی چیزی انجام بدن. ببینید تازه یکی از این کارچاخونا مرد چون وکیل نبود، اگه وکیل بود خب از میتونستن خیلی قانونی پول اون آدما رو بگیرن بدن، چون کارچاخون اون پولا رفت. میخوام بگم یه برنامه مستقل دیگه است، ولی این مجموعه اینا با این بی‌اعتمادی رو فقط سیاسیون بیگناه باعث نشدن. واقعیت اینه که یه گروه های دیگری به دلیل تعدد رسانه ها، تأمین هزینه ها، هر کسی اومد، هر آگهی گیرنده اومد گوش کسی رو گرفت آورد اینجا نشون 500 دلار ازش گرفت و به مردم حرفای زدن. نتیجه این شد که کل مردم به کل این رسانه ها رو به تمسخر و واقعا جدی نگرفتن. این یه واقعیتیه که حالا عرض کردم من حتما چون آقای خیاط باشی خواست در یه برنامه شاید با آقای کاردان صحبت کنم. این آدما باید معرفی بشن. ایشون میگن که حتی دولت آمریکا فاند میده، استیت های محلی پول میدن برای این اقلیت ها که بتونن در میان خودشون یه مرکزی داشته باشن که اینا مانیتور میکنن، مانیتور میکنن جامعه پزشکان و وکلا رو، یعنی که جامعه سالم و تمیز بمونه. از من سوال میکردن که شما ند به موقع خبرنگار، چون من خودم معرفی کرده بودم، شما ندارین همچین مؤسسه‌ای تو جامعتون که این تلویزیون ها رادیو ها رو مانیتور بکنه؟ و گفتم نه، من فقط انفرادی زنگ زدم که بله اینا دارن کلاه مردم رو ور میدارن. خب این یه بحث طولانیه که این بی‌اعتمادی ها به هر حال که مهمترین موضوعی بوده، بارهام از سالها قبل همیشه آقای لاجوردی مسئله رو مطرح میکردن که جامعه دچار سرطان بی‌اعتمادی شده و علاجش اعتماده، ولی خب همینطوری باز ما سالها گذشته و این روند ادامه داره. عذر میخوام آقای لاجوردی، آقای خدمتشی بفرمایید. خواهش میکنم. به هر حال انقدر سوژه هست، انقدر مطلب هست که نمیشه در یه برنامه فشرده راجبه صحبت کرد، اما امیدوارم که همین جلسه حتی یک تن اگر که یه خورده به خودش بیاد فکر بکنه که جمهوری اسلامی آری یا نه، و بعد این مشکلاتی رو که به هر حال در مملکتمون وجود داره اینا رو برای خودش مرور بکنه. من نمیگم حتما میرسه به نه، ولی این توقع رو دارم مرور بکنه، انصاف و وجدان و همه رو به عنوان داور قرار بده، ببینه که چه نتیجه‌ای خواهد گرفت و بیاییم یک کاری بکنیم در برابر نسل‌های آینده واقعا روسفید باشیم. اگر مملکت رو از دست دادیم دوباره برگردونیم برای نسل‌های آینده شرایطی رو فراهم بکنیم که این گرفتاری‌های نسل امروز رو بارش رو به دوش نکشن. من تنها چیزی که آرزومه، واقعا آرزومه، بتونیم به اون هدفمون برسیم و همه این بگو مگوها و همه این برنامه ها و همه این بحث ها هم کسی به ما چیزی نمیده. آقای دکتر شما که فکر نمی کنم چکی بکشید برای ما، کسی به ما چیزی نمیده. دیوانم من فکر نمی کنم باشیم که بیام از رفاه و آسایش و نمیدونم تفریح و اینامون بگذریم، در یه شرایطی زندگی بکنیم صرفاً به خاطر اینکه میخوایم روی تعهدمون پابرجا بمونیم. به هر حال یه خود به این فکر کنید که یه سری آدما سفیه نیستن، دیوانه نیستن که بخوان زندگیشون رو به هدر بدن. همین. من قبل از اینکه صحبت پایانی رو به دکتر لاجوردی برم، آقای دکتر خیاط باشی، در مورد تایید حرف شما، بسیارانی در این 37 سال دوستان و کسان در این رسانه‌ها جوانی دادن، واقعا برای میهنشون وقت دادن، پول از پول گذاشتن، از شادی گذاشتن، از خیلی چیزا گذاشتن و یک تعداد ولی بسیار معدودی موفق شدن در همین رسانه‌ها همه رو با هم بسوزونن و این جام امروز به اینجا رسیدیم. آقای لاجوردی، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم.
اول از هر چیزی آقای فتی اجازه بدید من خوشحالی خودم رو ابراز بکنم برای اینکه یک دستگاه دولتی امریکا مثل FBI به شخصیتی مثل شما این اعتماد رو کرده، این تماس رو گرفته. این میرسونه که به هر حال شخصیت شما و این برنامه اونجایی مانیتور شده که به هر حال دیدن که بحث آینده ایران، راه آینده ایران، صداقت افرادی مثل شما هست که میشه این مسائل رو مطرح کرد. از این نظر بسیار بسیار خوشحالم. بحثی که هست اینه که ما ناگزیر هستیم غیر از اینی که بخوایم بنشینیم تمام مدت در رابطه با اینی که مشکلات چی چیه، از 100 سال پیش چی بوده، امیرکبیر رو چجوری کشتن، نمیدونم رضا شاه چی شد، محمد رضا شاه چی شد، جمهوری اسلامی چه کار کرد، همه اینها واقعیت هایی که تاریخ در اختیار ما گذاشته، به شرطی که یه خورده به خودمون زحمت بدیم، یه ذره کم اینها رو یه مروری بکنیم، اگر تا حالا نخوندیم بخونیم، اگر خوندیم دوباره و سه باره بهش نگاه بکنیم، باز بررسیشون بکنیم، ببینیم کجا قرار گرفتیم. امروز اینجاییم. شما بحث 28 مرداد رو کردید، برنامه نرسید بهش که در موردش بشه صحبتی بشه. 28 مرداد هم یک واقعه است که این همه سال ازش گذشته، الان 62 سال ازش میگذره، همچنان برای ما مطرحه. 28 مرداد من میدونید توی دانشگاه تورنتو تو کانادا یکی از سخنرانان 50 سال 28 مرداد بودم و بحثم این بود که 28 مرداد جاده یک طرفه نیست، باید اطراف و جوانبش رو همه رو نگاه کرد که چرا ما به این همچی روزی افتادیم. ولی واقعیت امر اینه که 28 مرداد 60 سال ازش گذشته. امروز شاه خادم بود یا خائن، مصدق خادم بود یا خائن، اطرافیان خوب بودن یا بد بودن، همه اینها مال 60 سال پیشه. امروز ما با نتیجه گیری و تجربه این 60 سال چی کار باید بکنیم؟ آیا تنها راهمون اینه که باز دوباره بنشینیم بگیم که 60 سال پیش اون این کار کرد، من این کار کردم، تو با همدیگه دعوا بکنیم در این تلویزیون ها؟ دلیلش خیلی روشنه. وقتی که ما به این ترتیب در برنامه های مختلف در مقابل همدیگه قرار میگیریم، من میگم 28 مرداد خوب بود، شما میگی بد بود یا عکسش، یک کار بیشتر نمی کنیم. ما تاریخ رو از نظر خودمون با چشم و عینک خودمون نگاه میکنیم و به طرف مقابلمون حمله میکنیم. دلیل اصلی هم داره، دلیل اصلی هم اینه که ما حرفی برای فردا نداریم، ما حرفمون فقط برای دیروزه، فقط میگیم که اون خوب بود، این بد بود، اون نمیدونم دوران تاریخ قبلتر، دوران بعدتر. این دوالیسم، این دوگانگی همیشه وجود داشته، همیشه شاه و مصدق تنها نبودن. ما توی برنامه های هنری، توی برنامه های اجتماعی همیشه دو نفر در مقابل همدیگه قرار دارن، غافل از اینی که راه این دو نفر در نهایت میتونه یکی باشه. هم شاه هم مصدق به نظر من نه تنها هیچ کدومشون خائن نبودن، بلکه به طور قطع و یقین فارغ از قضاوت ارزشی هر دوی مملکت رو خیلی دوست داشتن. یه اتفاقی افتاده، این اتفاق رو به تاریخ بگذاریم، ببینیم امروز چی کار بکنیم. با این جمله پایانی رو با آقای خیرت باشی بسپاریم، فرصت ما تموم شده. بجاب دکتر، کلمه آخر. من با عرض معذرت سور شما رو در میکنم. 28 مرداد 64 سال گذشته، شما فرمودید که 62 سال، سورتون در. تا درود دیگر بدرود. تا داد و شنبه آینده خدا نگهدارتون. یادتون نره ساختن آینده ایران وظیفه تک تک ما هست. روز بخیر. مرسی از امیر عزیز.